هشدار و پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز بسیار شفاف، دقیق، واضح، جدی و واقعی بود. من به آمریکایی ها میخوام برای فهم بهتر و درک بهتر این پیام بزرگ به اونها اعلام کنم که فصل به دست آوردن برتری های سیاسی از طریق تهدید و ارعاب و حتی به کار بردن قدرت نظامی پایان یافته است. آمریکایی ها نباید پیروزی های نظامی گذشته خودشون رو بر ارتش های پوسیده که شبیه به مانورهای بدون دشمن یا شوهای نظامی بود با نتایج و پیامدهای درگیری با ایران عظیم اسلامی مقایسه کنند و دچار خطا در محاسبه و اشتباه در برآورد بشوند. من به عنوان یک فرمانده نظامی جنگ دیده که در دوران جوانی در جنگ بزرگ شدم و جنگ برایم پدیده واقعی و نه ذهنی است، به اونها هشدار میدم، به اونها عرض میکنم که ما بیش از آن که برای صلح و سازش و تعامل با اونها قدرت ساخته باشیم، برای جنگ‌های گسترده و طولانی مدت با امکان حقیقی پیروزی و غلبه بر اونها قدرت سازی کرده ایم. بنابراین آمریکایی‌ها این هشدارها رو جدی بگیرند. اگر اونها از ناوهای هواپیمابر خود به عنوان یک تکیه‌گاه و مبدع قدرت استفاده می کنند، باید بدونند اونها منهدم خواهند شد. اگر از پایگاه های هوایی روی زمین استفاده می کنند، آنها به آتش کشیده خواهند شد. اگر هواپیماهای اونها می خوان در آسمان پرواز کنند، بدانند تمام طبقات و سقف های مختلف آسمان سراسر آتش خواهد شد. ما هشدار می دیم به خلبان های اونها که اولین پرواز آخرین پرواز خواهد بود، هیچ کس سالم باز نخواهد گشت و پروازهاشون رو به نام پرواز آخر نامگذاری کنند. ما بر اساس فرض خطرناکترین سناریو که به زبان لاتین اون برای فهم بهتر آمریکایی ها ورست کیس سناریو آماده شدیم. یعنی این برای ما یک مفهوم بسیار ساده است. ما از جنگ با آمریکایی ها استقبال می کنیم به دلیل اینکه معتقدیم آنجا میدان موفقیت ها و عرض اندام پتانسیل ها و ظرفیت های حقیقی قدرت ماست. اگر آمریکایی ها بلوف میزنند و عملیات روانی میکنند، باز ما با این قضیه جدی برخورد میکنیم و اگر واقعی سخن میگویند، ما آماده هستیم تا واقعیت ها را در میدان به رخ یکدیگر بکشیم. عرض میکنم که تیم هسته‌ای و مذاکره کننده ملت ایران که حامل یک امانت الهی هستند، یعنی بار عزت و کرامت و حیثیت و استقلال این ملت رو به دوش میکشند و نمایندگان واقعی این ملت هستند در عرصه نبرد دیپلماتیک، به اونها توصیه میکنیم با آرامش، با وقار، با اعتماد به نفس و با تکیه بر یک قدرت عظیم و بیپایانی که ملت ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اندوختن، در مذاکرات حاضر بشوند و هیچ گونه مصالحه‌ای و یا توافقی که ذره‌ای خدشه به عزت ملت ایران و آن باورهای اصیل ملت ایران میزند نداشته باشند. ما آمریکایی‌ها را در ماجرای مکفارلین سال 65 آزمودیم. اگر نیاز عامل مذاکره ما می بود، سال 61 ما در که در اوج نبرد نابرابر با عراق و متحدین جهانی او از جمله آمریکا و شوروی و اروپایی ها و اعراب متحد اونها بود، آن وقت آن مکفارلینی که با پاسپورت جعلی به فرودگاه مهرآباد آمد برای مذاکره، ما در آن شرایط او را اخراج نمی کردیم و مذاکره می کردیم. بنابراین ملت ایران ملت کار آزموده است، جنگ دیده است. ملت آزموده را آزمودن مجدد خطاست. من توصیه‌ام به تیم هسته‌ایمون این هست که اگر آمریکایی‌ها مجدداً با ادبیات ارعاب یا تهدید یا تحقیر در مذاکرات به دنبال برتری طلبی سیاسی هستند، میدان مذاکرات رو ترک کنند، این قضیه رو به ما بسپارند تا ما در فضای
تهدید با اونها تعیین تکلیف کنیم و کار رو ادامه بدیم. آمریکایی ها دارای یک اشتباه هستند. اونها در منطق سیاسی وقتی کم می آورند و نمی توانند در فضای منطق سیاست های خودش رو تحمیل کنند، از اعمال قدرت نظامی یا تهدید به کاربرد آن استفاده می کنند. تفاوت ما با اونها در این است که اونها منطقشون از زبان گلوله و لوله تفنگ خارج می شود، در حالی که ما گلوله های من از زبان منطق جاری می شود. اگر ما اونها را تهدید نمی کنیم، به این دلیل نیست که قدرتمند نیستیم، به این دلیل است که ما معتقدیم در فضای تعاملات دیپلماتیک و سیاسی باید اجازه بدهیم سیاست درست. مسیر خود رو طی کنه. ایران عظیم اسلامی مقایسه کنند و دچار خطا در محاسبه و اشتباه در برآورد بشوند. من به عنوان یک فرمانده نظامی جنگ دیده که در دوران جوانی در جنگ بزرگ شدم و جنگ برایم پدیده واقعی و نه ذهنی است، به اونها هشدار میدم، به اونها عرض میکنم که ما بیش از آن که برای صلح و سازش و تعامل با اونها قدرت ساخته باشیم، برای جنگ‌های گسترده و طولانی مدت با امکان حقیقی پیروزی و غلبه بر اونها قدرت سازی کرده ایم. بنابراین آمریکایی‌ها این هشدارها رو جدی بگیرند. اگر اونها از ناوهای هواپیمابر خود کیس سناریو آماده شدیم، یعنی این برای ما یک مفهوم بسیار ساده است، ما از جنگ با آمریکایی ها استقبال می کنیم به دلیل اینکه معتقدیم آنجا میدان موفقیت ها و عرض اندام پتانسیل ها و ظرفیت های حقیقی قدرت ماست. اگر آمریکایی ها بلوف می زنند و عملیات روانی می کنند، باز ما با این قضیه جدی برخورد می کنیم و اگر واقعی سخن می گویند، ما آماده هستیم تا واقعیت ها را در میدان به رخ یکدیگر بکشیم. عرض می کنم که تیم هسته‌ای و مذاکره کننده ملت ایران که حامل یک امانت الهی هستند، یعنی بار عزت و کرامت و حیثیت و استقلال این ملت رو به دوش می کشند و نمایندگان واقعی این ملت هستند در عرصه نبرد دیپلماتیک، به اونها توصیه می کنیم با آرامش، با وقار، با اعتماد به نفس و با تکیه بر یک قدرت عظیم و بیپایانی که ملت ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اندوختن، در مذاکرات حاضر بشوند و هیچ گونه مصالحه‌ای و یا توافقی که ذره‌ای خدشه به عزت ملت ایران، به آن باورهای اصیل ملت ایران میزند نداشته باشند. ما آمریکایی‌ها را در ماجرای مکفارلین سال 65 آزمودیم. اگر نیاز عامل مذاکره ما می بود، سال 61 ما در هشدار و پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز بسیار شفاف، دقیق، واضح، جدی و واقعی بود. من به آمریکایی ها میخوام برای فهم بهتر و درک بهتر این پیام بزرگ به اونها اعلام کنم که فصل به دست آوردن برتری های سیاسی از طریق تهدید و ارعاب و حتی به کار بردن قدرت نظامی پایان یافته است. آمریکایی ها نباید پیروزی های نظامی گذشته خودشون رو بر ارتش های پوسیده که شبیه به مانورهای بدون دشمن یا شوهای نظامی بود با نتایج و پیامدهای درگیری با به عنوان یک تکیه‌گاه و مبدع قدرت استفاده می کنند، باید بدونند اونها منهدم خواهند شد. اگر از پایگاه‌های هوایی روی زمین استفاده می کنند، آنها به آتش کشیده خواهند شد. اگر هواپیماهای اونها می خوان در آسمان پرواز کنند، بدانند تمام طبقات و سقف‌های مختلف آسمان سراسر آتش خواهد شد. ما هشدار می دیم به خلبانهای اونها که اولین پرواز آخرین پرواز خواهد بود، هیچ کس سالم باز نخواهد گشت و پروازهاشون رو به نام پرواز آخر نامگذاری کنند. ما بر اساس فرض خطرناکترین سناریو که به زبان لاتین اون برای فهم بهتر آمریکایی‌ها worst